های به همتون، امیدوارم حالتون عالی باشه امروز و اومدیم با یه آموزش جذاب دیگه. میخوایم جملات انگلیسی که زبانتون رو منفجر میکنه، یعنی این جملات به قدری عالی و کاربردی هن که میتونه شما رو یه سطح بالاتر بیاره زبانتون رو. پس یادتون نره حتما این جملات رو با من تکرار کنید. اگه براتون جدید ویدیو رو استوب کنید، چند بار ببینید و اگه منو سابسکرایب ندارید همین الان سابسکرایب کنید و بریم سراغ آموزشمون. Talk to you later. Talk to you later. حالا تلفظ میاد، با هم دیگه تکرار کنیم. Talk to you later. منش میشه بعدن با هم صحبت میکنیم یا بعدن با تو صحبت میکنم. هر دو تا معنی رو میتونیم ازش برداشت کنیم. Talk to you later یعنی بعدن با هم صحبت میکنیم. Later به معنی بعدن هست و فعل talk به معنی صحبت کردن یا گفتگو کردن هست. I will try my level best. I will try my level best. با هم دیگه تلفظ کنیم. I will try my level best. من این جمله خیلی جالبه. میگه در حد توانم تلاش میکنم. توی فارسی اینطوری میگیم. معنی تحت لفظ جمله انگلیسی میشه، میگه که بهترین در بهترین سطح هم تلاش میکنم. Best level یعنی بالاترین سطح، بهترین سطح. و ما تو فارسی میگیم در حد توانم تلاش میکنم، همه نیروشو میذاره، یعنی I will try my level best. Well done, keep it up. Well done, keep it up. با هم دیگه تلفظ کنیم. Well done, keep it up. این جمله جنبه تشویقی داره و وقتی میخوایم کسی رو تشویق کنیم میگیم معنیش اینه که عالیه، همین رو ادامه بده. Well done یعنی عالیه، فوق‌العاده است، خیلی خوبه. Well done. بعد میخوایم بگیم آقا همین راه ادامه بده، خیلی خوب داری میری، همین تلاش رو ادامه بده، میگیم Keep it up. Well done, keep it up. Stop making such a noise. Stop making such a noise. با هم دیگه تلفظ کنیم. Stop making such a noise. معنیش میشه سر و صدا نکن. داره میگه noise میشه سر و صدا. خب داره میگه اون سر و صدا رو استوب کن و دیگه تولید نکن. Making به معنی ساختن هست. پس داره میگه Stop making such a noise. یعنی اون سر و صدا رو دیگه تولید نکن، که تو فارسی ما میگیم سر و صدا نکن. Walk carefully. Walk. الشو تلفظ نکنید، بگید walk carefully. با هم دیگه تلفظ کنیم. Walk carefully. بریم ببینیم معنی این جمله چی میشه. انقدر کوتاه میگه با دقت رو برو. Walk carefully. میتونیم بگیم که با دقت بیشتری قدم بردار، با دقت بیشتری راه برو، معنیش این میشه. پس هر موقع به کسی میخوایم بگیم مراقب باش موقع راه رفتنت، میگیم walk carefully، با دقت راه برو. Go slow from the crowd. Go slow from the crowd. با هم دیگه تلفظ کنیم. Go slow from the crowd. معنیش میشه تو شلوغی آروم برو، آهسته برو. خب یا جایی که منظورش اینه که crowd میشه جایی که شلوغه، تجمعه. Go slow. Go به معنی رفتن هست. Go یعنی رفتن و slow هم یعنی آروم. خب داره میگه go slow، آروم برو، from the crowd، توی شلوغی. Please say something. Please say something. با هم دیگه تکرار میکنیم. Please say something.
انگلیس به معنی لطفاً هست. خب پس داره میگه لطفاً یه چیزی بگو. سی به معنی گفتن و سامسینگ معنی چیزی میده. ولی ما تو فارسی نمیگیم چیزی بگو. میگیم لطفاً یه چیزی بگو. یه چیزی. پس please say something یعنی لطفاً یه چیزی بگو. کسی حرف نمیزنه میخواید به حرف بیاریدش. ناراحته مثلا میگید please say something. لطفاً یه چیزی بگو. Tell me how it works. Tell me how it works. با هم تلفظ کنیم. Tell me how it works. معنیش چی میشه؟ میگه به هم بگو چطوری کار میکنه. Tell me یعنی بگو به من. خب. How چطوری؟ It اون works کار میکنه. مثلا یه دستگاه جدیدی باش روبرو شدید و بلد نیستید باش کار کنید. میگید Tell me how it works. به هم بگو چطوری کار میکنه. Thank you for inviting us. Thank you for inviting us. با هم تکرار کنیم. Thank you for inviting us. Thank you که یعنی تشکر میکنم ممنونم. پس معنی این جمله میشه ممنونم که ما رو دعوت کردی. Thank you یعنی ممنونم متشکرم. حالا برای چی ممنونه؟ For یعنی برای inviting us دعوت کردن ما. Invite فعلیه که به معنی دعوت کردن هست. داره از اینکه دعوتشون کردن تشکر میکنه. Thank you for inviting us. Choose whatever you want. Choose whatever you want. بریم با هم تلفظ کنیم. Choose whatever you want. Choose به معنی انتخاب کردن هست. داره میگه که هر چی میخوای انتخاب کن. چند تا حالت هم داره. مثلا با بچه تون اومدید خرید و انتخاب نمی کنه. یا مثلا چیزی انتخاب میکنه که سلیقه شما نیست. میخواد بگه هر چی میخوای انتخاب کن. خب میگه choose whatever you want. خب یا اینکه مثلا کسی بردید جایی میخواید خرید کنه، میخواید حتما سلیقه خودش باشه، بهش میگید choose whatever you want. هر چی دلت میخواد انتخاب کن، یه جوری هر چی میخوای انتخاب کن. یعنی میخوام بگم وقتی دارید زبان یاد میگیرید دقت کنید که لحن هم مثل فارسی مهمه که شما دارید با چه لحنی صحبت میکنید. صرفا سعی نکنید جملات رو یاد بگیرید، سعی کنید برید تو نقش، تو داستان و بعد از اون جمله ها استفاده کنید. اینطوری بهتر توی حافظتون میمونه. Allow me to introduce myself. Allow me to introduce myself. با هم تلفظ کنیم. Allow me to introduce myself. معنیش میشه اجازه بدید خودم معرفی کنم یا اجازه بدید تا خودم رو معرفی کنم. دقت کنید دو تا جمله است. Allow me یعنی به من اجازه بدید. تا تو میشه تا. Introduce به معنی معرفی کردن هست. و myself کیو معرفی کنم؟ خودم رو. پس Allow me to introduce myself. اجازه بدید تا خودم معرفی کنم. I feel much better. I feel much better. با هم تلفظ کنیم. I feel much better. Feel به معنی احساس کردن هست. و بریم سراغ معنی این جمله. میگه حس بهتری دارم. من احساس بهتری دارم. ما اینجا آی رو نیاوردیم. تو فارسی نمیگیم من احساس بهتری دارم. میگیم حس بهتری دارم. خب آی به معنی من هست. فیل به معنی احساس کردن. much better یعنی خیلی بهتر. حالتون بد بوده؟ دوستتون ازتون پرسه حالت چطوره؟ یا الان حالت چطوره؟ میخوای بگی حالم بهتره. یا حس بهتری دارم الان. میگی I feel much better. Please help yourself. Please help yourself. با هم دیگه تلفظ کنیم. Please help yourself.
این جمله توی فارسی خیلی کاربرد داره و استفاده میشه. یعنی از خودت پذیرایی کن. مهمون اومده خونتون، میخواد بگید که بفرمایید. از خودتون پذیرایی کنید. این جمله رو خیلی استفاده میکنیم در یه همچین موقعیتی. باید بگید Please help yourself. پس حتما این جمله رو یاد بگیر. Please help yourself یعنی از خودت پذیرایی کن. You are everything to me. You are everything to me. با هم دیگه تلفظ کنیم. You are everything to me. این جمله یکم احساسی هست و میگه که تو همه چیز منی. Everything یعنی همه چیز. وقتی میگه you are یعنی تو هستی. همه چیز. حالا همه چیز من میشه to me. یعنی برای من همه چیز هستی. پس وقتی میخوایم بگیم همه چیز منی میگیم You are everything to me. Don't be so excited. Don't be so excited. بریم با هم تلفظ کنیم. Don't be so excited. Excited میشه هیجان زده. وقتی میگیم Don't be so excited یعنی اینقدر هیجان زده نشو. اینقدر هیجان زده نباش. Don't be. نباش. So excited برای اینه که بگی خیلی هیجان زده. خب که ما اینجا میگیم اینقدر هیجان زده نشو. اینقدر هیجان زده نباش. پس so برای اینه که بگیم هیجان بیشتری. به خاطر همین so رو قبل از excited آوردیم. پس don't be so excited یعنی اینقدر هیجان زده نشو. I haven't told anyone. I haven't told anyone. با هم تلفظ میکنیم. I haven't told anyone. Told گذشته تل به معنی گفتن هست. خب داره میگه I haven't told. من نگفتم anyone. به هیچ کسی. پس وقتی میخوایم بگیم من به هیچ کسی نگفتم میگیم I haven't told anyone. من به هیچ کی نگفتم یا من به هیچ کسی نگفتم. Listen to your elders. Listen to your elders. با هم دیگه تلفظ کنیم. Listen to your elders. Elders میشه آدم های سنبالاتر. مسنها یا بزرگترها. سنشون بالاتر رو کلا میگن elders. Listen یعنی گوش کن، گوش بده. Listen to your elders یعنی به حرف بزرگترها گوش بده، به حرف بزرگترها گوش کن. Keep it under wraps. Keep it under wraps. یادتون باشه W رو تلفظ نکنید و میگیم Keep it under wraps. معنیش خیلی کاربردیه. یعنی بین خودمون باشه. یه رازی یا یه جمله مهمی، یه نکته مهمی رو به کسی میگید که نمیخواید به کسی بگه. میگید چی؟ میگیم Keep it under wraps. بین خودمون بمونه. بین خودمون باشه. Keep it under wraps. It's very thoughtful of you. It's very thoughtful of you. با هم تلفظ کنیم. میگه It's very thoughtful of you. من این جمله یعنی درک بالای شما رو میرسونه. یعنی مثلا طرف مقابلمون یه کاری کرده یا یه حرفی زده که نشون میده خیلی درک بالایی داره. خب ما در جواب این کار یا این حرفش میگیم It's very thoughtful of you. درک بالای شما رو میرسونه. Nothing special. Nothing special. خیلی جمله کوتاهیه ولی واقعا به کارتون میاد. Nothing special. Nothing یعنی هیچ چیز. Special هم یعنی مخصوص، ویژه. معنی این جمله میشه چیز خاصی نیست، چیز مهمی نیست. خب حالا کجا کاربرد داره؟ ازتون پرسن خب چه خبره؟ شما میگید میخواید بگید که چیز خاصی نیست، اتفاق خاصی نیفتاده. میگید
Nothing special. یا مثلا میپرسن که خب چی کارا کردی؟ یا مشغول چه کاری هستی و اینها، شما بازم میخواید بگید که کار خاصی نمی کنم، اتفاق خاصی نیفتاده، یا یه همچین جوابی میگید Nothing special. Sorry for the inconvenience. Inconvenience. چند بار تلفظ کنید یاد میگیرید. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. یعنی به خاطر این زحمت متاسفم. به خاطر این ناراحتی که براتون پیش اومد متاسفم. کجا کاربرد داره؟ مثلا شما ارباب رجوع دارید، خیلی معطل شده، بیش از حد و عصبانیه. مثلا شما برای اینکه بگید به خاطر این مشکلی که پیش اومد متاسفید، میگید sorry for the inconvenience، به خاطر ناراحتی که پیش اومده متاسفم، به خاطر زحمتی که پیش اومده متاسفم، و به این شکل از اون اتفاق عذرخواهی میکنید. Sorry for the inconvenience. You inspire me. You inspire me. بریم با هم دیگه تلفظ کنیم. You inspire me. Inspire به معنی انگیزه دادن، الهام بخش بودن. وقتی میگیم you inspire me یعنی تو به من انگیزه میدی، تو یه جورایی برای من الهام بخشی. و میخوام این جمله رو به شما مخاطبای عزیز بگم که با کامنتاتون واقعا به من انگیزه میدید، با لایکاتون به من انگیزه میدید و واقعا ازتون ممنونم. You inspire me. تو به من انگیزه میدی. راستی اگه منو سابسکرایب نداری دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو فعال کن تا ویدیوهای بعدی رو برات بفرستم. خدافظ.